است. ماده 8 قانون تجارت دفتر کل رو تعریف کرده. دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده و در این دفتر ثبت کنه. در واقع دفتر کل صورتی از مجموعه معاملاتی هست که شخص تاجر در هفته داشته و دستبندی دفتر روزنامه است. سومین دفتر که در ماده 9 قانون تجارت به اون اشاره شده دفتر داراییه. دفتر دارایی دفتریه که تاجر صورتی از دارایی‌های منقول، غیر منقول، دارایی منقول مثل ماشین، اموالی که قابلیت نقل و انتقال دارن، غیر منقول مثل زمین، خانه، قابلیت نقل و انتقال نداره. مطالباتش رو، دیونش رو و میزان سودی که در سال کرده رو تا قبل از 15 فروردین هر سال در این دفتر باید ثبت کنه و در نهایت امضا کنه. دفتر کپیه که چهارمین دفتر هست که بر تاجر الزام هست این دفتر رو داشته باشه، طبق ماده 10 قانون تجارت دفتر کپیه دفتریه که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات خود رو در اون به ترتیب تاریخ ثبت کنه. نکته مهمی که در مورد دفاتر وجود داره اینه که دفتر روزنامه و کل و دارایی دفتری هستش که به امضای نماینده ثبت رسیده، اما دفتر کپی نیازی به امضای نماینده ثبت نیست و تنها دفتری که نیاز به امضای تاجر داره دفتر داراییه. یعنی در دفتر دارایی تاجر باید بعد از اینکه صورت اموالش رو و سود و زیانش رو در این دفتر آورد امضا کنه. حالا اثر حقوقی این دفاتر چیه؟ اثر حقوقیش اینه که این یک نوع اقراره، منتها اقرار کتبیه. این که من این عملهای تجاری رو انجام دادم، این بدهیام، این طلبام، این سودم، این زیانمه و این دفتر در دادگاه مورد استناد قرار میگیره. دفتر تاجر در برابر غیر تاجر به نفعش سندیت نداره، اما به ضررش سندیت داره. منتها دفتر تاجر در مقابل تاجر دیگه دلیله، به دو شرط. در صورتی که طرف مقابلش تاجر باشه، اگر دعوا تجاری باشه و دفاتر طبق قانون تجارت تنظیم شده باشه، فرد تاجر میتونه در دادگاه به این دفتر استناد کنه. نکته تستی پیرامون تکالیف تاجر در قبال قانونگذار در رابطه با بحث دفاتر اینه که تمام دفاتر باید توسط نماینده اداره ثبت به امضا برسه مگر دفتر کپیه. دوم اینکه تاجر باید تمام دفاتر رو حداقل 10 سال نگه داره. این به معنای مرور زمان نیست که اگر 10 سال گذشت دیگه این دفاتر در دادگاه مورد اعتبار نباشه و سند قرار نگیره. نه، این دفاتر حداقل باید 10 سال در دفتر خودش نگه داره. بعد از 10 سال اگر از بین رفت، تاجر در قبال قانونگذار مسئول نیست. دفاتر تاجر سند عادی محسوب میشه، سند رسمی نیست. سند رسمی مثل کارت ملی، گواهینامه رانندگی، اما دفاتر تاجر سند عادیه. و مورد بعدی اینه که اگر تاجر این دفاتر رو تنظیم نکنه یا به خوبی نگهداری نکنه، مسئولیت کیفری داره، جرم محسوب میشه، جزای نقدی داره، باید جریمه مالی بده و اینکه میزان مالیاتش به صورت علی‌الرأس تعیین میشه. طبق قانون جدید مالیات‌های مستقیم، همونجور که مستحضر هستید، مؤدیان مالیاتی در ماه خرداد اظهارنامه مالیاتی باید پر کنن و بعد مأمور مالیاتی طبق اظهارنامه‌ای که مؤدیان مالیاتی پر کردن میزان مالیات رو تعیین میکنه. اما در مورد شخصی که دفاتر تجاری نداره یا به خوبی نگهداری نکرده، جریمش اینه که نماینده مالیات خودش علی‌الرأس اموال تاجر رو مورد بررسی قرار میده و مالیات رو تعیین میکنه. ضمن اینکه اگر تاجر ورشکسته بشه، در این صورت قانونگذار اون رو ورشکسته به تقصیر اعلام میکنه طبق ماده 15 و 542 قانون تجارت. مثال میزنم، الان شرط جامع به طوریه که تورم اقتصادی وجود داره، تحریم هایی هست. Oh.
khoảng 5-6 phút rồi bà. Rồi nhá, các bạn em mình chờ mình sẽ đảo lên nhá các bạn nhá. Đây các bạn nhá, mình chờ mình sẽ đảo lên nhá các bạn nhá. Rút cái tàu nhá các bạn nhá.